در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان حبیب هوتکی، آگاه سیاسی و حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل کردو از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای هوتکی، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، ماموریت یونما برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید شده، انتظارها از این نهاد چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی خدای پنامه تاسو بهتر معلومه ده چې د افغانستان زموږ ګران هیواد د هغه وخت چې په ملګرو ملتونو موسسه منځته راغلې ده، د دې موسسې عضویت او غړیتوب لري او د دې موسسې ډېر فعال و او همیشه زموږ استازی په ملګرو ملتونو کې و او د ملګرو ملتو موسسه په افغانستان کې وه. زما په نظر نړۍ غواړي چې د افغانستان سره همیشه اړیکې ولري د ملګرو ملتونو له خوا څخه. دوی نه غواړي چې افغانستان په انزوا کې پاتې شي، د افغانستان خلک په بېثباتۍ کې پاتې شي. او همدغه علت دی چې ملګرو ملتونو سازمان کوښښ کوي چې همیشه د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره اړیکې ولري، تماس ولري، تر څو چې بشري مرستې و افغانستان ته ورسیږي. نو همدغه ده چې دا نوی استازی چې بیا هم په اتفاق د عراد د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا څخه تعینېږي، دا د دې معنا ورکوي چې نړۍ اوس هم د افغانستان سره د تعامل په لار کې ده، نړۍ اوس هم د افغانستان د اوسني حکومت سره د تعامل په لار کې ده، او د دې لپاره لارې خلاصوي تر څو چې وکړی شي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. سپاس. زیاتره ممنونتان. بله آقای هوتکی، بفرمایید. زیاتره د ملګرو ملتونو د استازي چې په افغانستان کې بیا هم تمدیدېږي نوی کېږي، د ده وظیفه به د افغانستان کې د اقتصادي مرستو رسول وي. همدا ډول به دی د افغانستان په اوسني وضع باندې چې د ښځو حقوق دي چې دوی وایي او نور مسایل دي، په دې باندې به څارنه کوي او دلته به دی وخت په وخت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل راپور ورکوي. ولې همی دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې مقررېږي دا باید عادل سړی وي، د افغانستان په مسایلو باندې پوه سړی وي، د کوم خارجي هیواد سره خاص اړیکې ونه لري. دا ډېره مهمه ده، دا ډېره مهمه ده چې د یو شخص ټاکل یا د یو موسسې ټاکل د هغه پراس کې چې هغه باید بې طرف وي، بې پرې، او د افغانستان د خلکو سره خواخوږي ولري او په کوم هیواد پورې مربوط دی. سپاس گزارتان. آقای مفید، صحبت ها را شنیدین بر مسائل حقوق بشری، مسئله حقوق بانوان و همین گونه کمک های که نیاز از برای افغانستان پرداخته شد و آقای هوتکی اشاره کردن، اما می خواهیم بپرسم اولویت ماموریت یونما در یک سال دیگر به افغانستان چه خواهد بود؟ اجازه بدین ما هم درودای پرمهر خود را خدمت شما کدبون شریفی عزیز، میمونتان جناب هوتک بزرگوار و همچنان همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارج تلویزیون طلوع عرض کنم. سپاس. و اما توجه کنین، اگر ما برای تاریخچه تدوین یا ایجاد یونایتد نیشن بسلا سیستم میسیون افغانستان یا که مخفف از یوناما است بنگریم، که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان است. البته به اساس قطعنامه 1401 در 2002 ایجاد شده، در مارچ 2002 هدف از ایجاد از او مسئله تامین دموکراسی در افغانستان، نظارت بر حقوق بشر، تامین مسائل اقتصادی، رشد افغانستان، ایجاد جمهوریت و مسائل دیگه بود که اینا تقریبا در حدود 20 شعبه سازمان ملل متحد که از FAO یا به اصطلاح یونایتد نیشن وومن رایت است، وومن رایت است و دیگه مسائل است. تقریبا 20 شعبه ملل متحد به شمول یونسکو و دیگه بخش ها رهبری میکنه و این معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یک برنامه خاص و ویژه داشت. با تغییراتی که آمد با حکومت سرپرست، ایجاد حکومت سرپرست و فرار جمهوریت، وظایف یونما در افغانستان هم باید تغییر میپذیرفت. تغییراتی که در برابر از او قرار گرفته، امروز خط سرخ را که یونما و ملل متحد و شورای امنیت در برابر خود قرار دادن، مسئله به اصطلاح 3-4 بخش اساسی است. مسئله حقوق بشر، تامین حقوق بشر در افغانستان، مسئله حقوق آزادی های زنان و کدبانوان است که متاسفانه در افغانستان به اساس 50 فرمان که در گزارش گوتریش که در 68 نشست به اصطلاح مقام زن که در عبده مارچ برپا شد، ببخشید 8 مارچ برپا شد، در اوجه نیست یادواری شده بود که مسئله حقوق زن در افغانستان و مسئله بسیار جدی که در این گزارش بازتاب شده، مسئله به اصطلاح جنسیتی است، تبعیض جنسیتی که به مساوی یک عنصر بسیار ناپسند در ملل متحد مطرح شده. حتی در این گزارش که از 100 کشور به اصطلاح هیومن رایت یا بخش حقوق بشر ملل متحد
که مسئله حقوق بشر در 100 کشور بررسی کرده، مسئله حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم و به اصطلاح قابل نگرش مطرح ساخته. اینا مسائل هستند که در برابر یوناما قرار داره. تمدید ماموریت یوناما به اساس فیصله 2727 که خوشبختانه امسال برای 2 سال تمدید شده، یعنی تا سال 2025 تمدید شده، در حالی که در 18 قطعنامه قبلی هر 1 سال تمدید میشد. در قطعنامه 19مش که 19 قطعنامه است و برای مدت 2 سال تمدید شد تا در افغانستان مسئله اساسی مطرح شود. چیزی که در گزارش آقای مازاکی نماینده ملل نماینده ژاپن در ملل متحد که دوره ریاست دوره ای شورای امنیت ملل متحد به دوش داره آمده و گفته تعمیق دموکراسی و اعتماد سازی در افغانستان مسئله اساسی مطرح شده و مسئله حقوق بشر. فراموش نکنیم که مثلا دو مسئله بسیار جدی و اساسی در برابر حکومت موجود و ملل متحد در افغانستان قرار داره. چیز بسیار جالبه که در گزارش خانم لیندا توماس نماینده ایالات متحده امریکا در این گزارش آمده که پافشاری یک باردگی بسیار جدی به ایجاد یک نماینده ویژه شورای امنیت ملل متحد در امور افغانستان است. یعنی غیر از اینکه یوناما است، پافشاری یعنی در چندین نشست شورای امنیت ملل متحد مسئله ایجاد یک نماینده ویژه شورای امنیت ملل متحد مطرح شد که متاسفانه در آخرین نشست نماینده چین، روسیه، الجزایر و موزمبیق 4 کشور با این رأی مخالف دادن. اگر نماینده ویژه ممنونتان آقای مفید. دوباره با شما برمیگردیم. آقای اوتکی، مسئله حقوق بشری و بخصوص مسئله بانوان از اولویت‌های کاری یونما در افغانستان انتظار میره که باشه و عفو بین الملل هم تأکید کرده که موضوعات حقوق بشری باید در افغانستان از سوی یونما دنبال شوه. چقدر شما اوزار مناسب میبینین بر ای که یونما در افغانستان اولویت‌های کاریش این مسائل را قرار بده؟ خدا ډیر ښه خبره ده چې په افغانستان کې د حقوق بشر د بشر حقوق وسړل سي د شوز حقوق وسړل سي او دا د افغانستان د اوسنی حکومت یا د اسلامي امارت سره په تفاهم کې دا مسایل حل سي. درځه چې زه هورم همیشه د افغانستان اوسنی حکومت ویاند وایي چې په افغانستان کې د هیڅ د بشر حقوق نه دي نقصوي، د شوز حقوق نه دي نقصوي. متاسفانه موږ اوس پورې په دې پوه نه شولو چې د شوز حقوق څه شي دي. دا باید نړیوال او د افغانستان حکومت پر دې باندې بحث وکړي، پر دې خبرې وکړي او دې ته یو مشخص تعریف پیدا کړي. د افغانستان خلک د شوز حقوق یو شی بولي، بهرنیان یې بل شی بولي. دلته د افغاني جامعه کلچر، کلتور، دین، مذهب یوه خبره ده او د نړیوال خبرې بله خبره ده. ولې په مجموع کې زما هدف دا دی چې کچېرې یو داسې په ګډه سره د ملګرو ملتونو او د افغانستان د اوسني حکومت مشران په ګډه سره داسې یو تعریف جوړ کړي چې د شوز حقوق یعنی څه. آقای اوتکی، امین تعریف مشخص و زبان واحد در قضیه حقوق بشری در افغانستان با جهان چگونه و بر مبنای چی باید به دست بیاید؟ وقت امارت اسلامی میگه که مسئله بانوان، حکومت فراگیر، حقوق بشر از مسائل داخلی افغانستان است و هیچ کشور و نهاد حق دخالت را نداره. بله، شاید خود زینی خبری در حکومت پی ساب سر وای وای داد مرد حکومت دیز مرد داغ ایدالوژی داد مفکوره ده اسلامی هوادی اسلامی حکومت دی داد دی ایدا و دی گشتن ده ولی دنیای پابل داور سر وای خبر داده که چیزی مش با افغانستان کی مستقیم یا واسطازی ولد رو افغانستان پر اسمت و بیشتر سی آل تماز فکر کنم جدا مسائل پر دیار شد تو کسر حال سی داش دی یو استادی دی یونما په نامه راځي. یونما دونه ډیر صلاحیت نه لري، فقط هغه د یو راپور تهیه کوي، راپور جوړوي او بیا وړاندې کوي و ملګرو ملتونو امنیت شورا ته. دا نه معلومېږي چې دغه د یونما موسسونه په افغانستان کې بېطرفي ساتي، څومره دا د خلکو سره نږدېوالی لري، د کومو خلکو څخه دی دا راپورونه ټولي. دا ډیره مهمه ده، دا ډیره مهمه ده چې بیا داسې ونیسي چې بیا د یونما او د افغانستان د حکومت پر منځ کې یو اختلاف چې پیدا شي او د دې منځ کې هغه همکاري وجود ولري. لویه خبره دا ده چې باید یو مشترک همکاري هم زموږ د اوسني حکومت تر منځ او هم د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا او په خاص توګه د یونما د استازي چې په کابل کې به د 2 کال دپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مفید وویل د 2 کال دپاره به دوی نور هم دلته فعالیت کوي او دا 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 ګټ په څه هم دا د افغانستان اوسني حکومت دا کار یعنی ستایلی دي، دې چېرې هرکلی ویلي دي. ولې په ضمن کې ویلي دي چې باید هغه کسان چې دلته راځي او دغه راپورونه د افغانستان په هکله ترچیبوي په دغه کې کوم غرض و مطلب وجود ونه لري. دغه ډېر مهم دی. لومړی باید په دې کې یو تفاهم راشي، په دې په منځ کې یو همغږي راشي، بیا کولی شي چې مشترک یو د بل کار سره وکړي او د ښځو حقوق په باره کې هم دې خپل دلایل ووایي او هغه هم خپل دلایل ورته وایي. دغه ډېر مهمه ده. یو تفاهم ډېر زیات ارزښت لري، مهمیت لري چې داسې
ممنونتان. آقای مفید، تاکید بر تفاهم میان امارت اسلامی و جامعه جهانی میشه، اما این تفاهم از کجا باید بر بیاید؟ وقت نشست های بین المللی یا به حضور نماینده امارت اسلامی برگزار میشه، یا هم در نشست دوحه که نماینده از امارت اسلامی دعوت شد، امارت اسلامی این مسئله را نپذیرفت و حضور پیدا نکرد، و در سوی دیگر با تعیین نماینده یا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان، امارت اسلامی مخالف است؟ بدون شک تعامل سیاسی و مناسبات سیاسی دو عنصر اساسی است که در پیمان و کنفرانس بسلاو اتریش مطرح شده. در کنوانسیون اتریش مسئله که کشورها باید مناسبات سیاسی بگیرن و مناسبات سیاسی و تعاملات سیاسی بر بنیاد توافقنامه و بسلا عمل کرده کشورها در مجموع به منظور تأمین حقوق بشر در کشورها و حفظ حقوق بشر و مناسبات جامعه با حقوق بشر و اعلامی جهانی حقوق بشر مطرح است. متاسفانه در افغانستان سوء تفاهم وجود داره که حاکمیت سرپرست موجود هیچ نوع آمادگی برای هیچ نوع اعلامی جهانی حقوق بشر کنفرانس های ملل متحد نداره و تا حالا در هیچ بخشش آمادگی نگرفته. اما شما صحبت های مقام های امارت اسلامی را شنیده باشین که بارها مطرح کردن آماده تعامل با جهان هستند، و او هم مشروط بر ای که دخالت در امور داخلی افغانستان صورت نگیره و خواستار روابط دو جانبه هستند. روی کرد فرمایین یا توجه کنین، ما دو عنصر داریم، عناصر و الیمنت ها و منابعی که از جانب شورای امنیت ملل متحد بیشتر اعلامیه های جهانی خوب بشر از اونا مطرح میشه و مسائلی که از جانب حکومت سرپرست مطرح میشه. اینا دو بعد مخالف یک دیگر قرار دارن. توجه کنین، افغانستان یک تافته جدا بافته از تمام جهان نیست. یعنی افغانستان نمیتونه که تمام اعلامیه ها را رد کنه و بگه که من مربوط به خود دارم. اگه قرار باشه که ما افغانستان باعث یک پدیده اجتماعی انسانی که در جامعه بشری قرار داره و جز 193 کشور و از جمله اولین کشورهایی است که در 1946 در ملل متحد عضو شده و اولین کشوری است که در 1948 یونسکو در افغانستان اولین نمایندگی در افغانستان ایجاد کرد. یعنی موقعیت افغانستان در مسائل حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملل متحد بسیار برازنده بوده. حال یک حاکمیت سرپرست موجود تمام از این قطع کرده، تمام از مناسبات با جهان با ملل متحد هیچ چیز به رسمیت نمیشناسه. یک جهت و جهت دو، ملل متحد از کو پافشاری جدی به این مسائل دارد. اما این تعامل، این توافق هماهنگی چگونه میتوان ایجاد کرد؟ درست، نخستین کار شود تا حکومت سرپرست متاسفانه در نشست دوحه نرفت و پافشاری بسیار جدی داره. گرچه نماینده چین آقای گنگ شوانگ به نماینده از امارت اسلامی طالبان در شورای امنیت ملل متحد تمام طرحهای از اینا را عملی میکنه، اما تر نماینده خاصم شوانگ رد کرد که بعدا نماینده روسیه و موزمبیق و الجزایر هم در پالیش قرار گرفتن. این مسئله یک بچهت قدس، یعنی منافع طالبان در شورای امنیت ملل متحد حتی همیتره که حاکمیت سرپرست مطرح کرده بود که ما نماینده ویژه شورای امنیت ملل متحد در امور افغانستان یاز نداریم. شما مطرح کرد که ما هم نداریم. این اضافی است. حتی در گزارش دیروزش، ببخشید، بله امروزش، دیروزش مطرح شده که در افغانستان مسائل اقتصادی، رشد اقتصادی، تامین امنیت و مسائل مبارزه با مواد مخدر که جز کارهایی است که دولت انجام داده، امارت اسلامی انجام داده، اینا را در گزارش ملل متحد بازتاب نیافته. در حالی که ملل متحد وظیفه از این نیست که تعریف کنه از کشورها، بلکه وظیفه از اوست که کشورها را حقوق بشر، اعلامیه جهانی، مسائل اقتصادی، مسائل تامین حقوق مدنی انسان که بزرگترین منبع فکری ملل متحد است، اونا را تا عملی نسازه. اونا برای این نظارت آمده. سپاسگزارتان. آقای هوتکی، می دانیم که یونما در یک سال گذشته به باور سازمان ملل و به گفته خود این نهاد تلاش های بسیار زیاد را انجام داد تا مشکلات موجود در افغانستان را رفع بسازه یا حداقل ریشه یابی بکنه. گزارش های متعدد از اوضاع افغانستان تهیه کرد و قرار است در این بار ماموریتش هم پس از 3 ماه گزارش را درباره اوضاع افغانستان ارائه بکنه. چقدر خوشبین هستین که این بار بتونه خلا هایی که در یک سال پسین کاریش در افغانستان و جامانده را پر بسازه؟ ما لکسنگ چې مخکې مو ویل ډېر ډېر مهمه ده، هغه څوک چې د افغانستان په هکله کار کوي هغه باید څنګه اشخاص او افراد وي. تاسو ولیدل چې وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د وینما د خوا څخه
په د اصل د علماء د خاص په افغانستان کې وامله شورا ته وړاندې شو، د اوسني حکومت د خاص په بالکل سره رد شو او هغه یو جانبه وبلی. مشکل دا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا رول ډېر زیات مهم دی او پر اکثرو مسایلو باندې دوی نظارت کوي، او په اوسني حالت کې د اوسني حکومت یا د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ روابط ښه نه دي لکه د پخوا په شان. څلوېښت کاله یا 50 کاله په جریان کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو عضو و، د افغانستان او د امریکا او د اکثره غربي هیوادونو ترمنځ مناسبات ډېر ښه دوستانه او رفیقانه وه. متاسفانه چې اوس په هغه حالت سره نه دي. دغه هیوادونه هم ډېر کوښښ کوي چې د ځینې راپورونه داسې نشر کړي چې هغه ځینې ممکن د واقعیت څخه لیرې وي. افغانستان داسې وښیي چې اوس هم په هغه کې لکه دی چې وایي دا کوي چې حقوق بشر تر پښو لاندې شوي دي، د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، داسې نور مسایل دي چې هغه د اوسني حکومت د تهذیب لپاره دا کار کوي. اما آقای تکی فکر نمیکنین گزارش هایی که از آدرس یونما ارائه و نشر میشه مرتبط به خود یونما است نه شخص خاص و کشور خاصه؟ خود دا راپورونه دی د افغانستان د ځینې کسانو څخه دی. اخی دغه مهمه ده چې دغه راپورونه منبع کم ځای دی، دلته ته پیژې چې دلته کم رقم خلک وي. د برګل سازمان د یونما خلک فکر میکنین که ممکن باشه با همه مردم افغانستان یونما یا دیگر نهادهای بیرونی بیایند روی یک مسئله خاص صحبت بکنن و نظرسنجی انجام بتن؟ خو د ټولو سره کنه کې د ځینو داسې افراد او اشخاص سره چې وکړي چې هغه په مسایلو کې داخل دي او بې طرفه دي او په یو کم طرف پورې اړه ونه لري. دغه ډېره زیاته مهمه ده سپېرې چې اوسني افغانستان کې هم مخالفین شته هم موافقین شته. که چېرې دغه راپورونه د مخالفینو له خوا څخه، یعنې د اوسني حکومت د مخالفینو له قوله جوړېږي، هغه به اکثره د اوسني حکومت پر ضد باندې وي. دا ډېره مهمه خبره ده. او که چېرې په دې کې د افغانستان د خلک په مجبور کې، یعنې د دې استازي ګډون کوي او د دې د خولې څخه یو سروې کېږي، یو همپلوسي کېږي، په دې زه فکر کوم چې دلته بیا نتیجه بیا هم مثبته وي او د افغانستان اوسنی حکومت به مجبوره کېږي دا ومني. ما چې وروسته ما چې په داسې ورځې مخکې د یونما د راپور په هکله د افغانستان د اوسني حکومت یا اسلامي امارت عکس العمل ولیدی، دوی دا راپور یو طرفه یو جانبه اعلان کړي. دا په دې معنا دی چې دوی دا قبول نه کوي. هغه څه چې وایي دا یونما وایي دا په افغانستان کې داسې نه دي. ول کچیر دی مسکی او تفاهم وجود لري، کچیر دی مسکی مشترک او جبه وجود لري، دی په مشترک توګه سردا سره راپورته یکی بیا فکر کوم چې هغه دا راپور ځای ولري او هم اهمیت ولري. تاسو پرې چې ملګری ملتونو کې چې هغه کسان کار کوي هغه د خپلو هیوادونو د منافعو په خاطر هم زیات کوشش کوي. دی د افغانستان او منافعو ته دونه ډېر وفادار نه دي لکه د خپلو هیوادونو د امریکا د چین د کاناډا د ایران او داسې نور هیوادونو چې دې کچیر دې استازي په یونما کې داخل وي، دې زیاتره کوشش کوي چې د خپلو هیوادونو هغه ګټې په دغه راپورونو کې په دغه مسایلو کې دې داخلې کړي. همدغه هیله ده چې آقای مفید، میدانیم که گزارش ها برای این که خلاهای موجود بوده باشد تهیه میشه از سوی نهادهای بین المللی، اما فکر میکنین که مرحله بعدی پس از گزارش چی باید باشه و حالا چقدر در افغانستان مراحل پس از ارائه گزارش عملی بوده یا شده، در حالی که میدانیم گزارش های متعدد از آدرس نهادهای بین المللی و معتبر تهیه شده، نشر شده و هیچ اقدام صورت نگرفته؟ توجه کنین در 4 گزارش اخیر یا پسینی که از جانب یوناما از طریق رسانه ها باستاب شده من توجه تانه میخوام. یک مسئله حقوق بشر هیومن رایت، دو مسئله حقوق زنان که 50 فرمان حاکمیت سرپرست موجود علیه زنان است و تمام حقوق مدنی انسانی و اجتماعی زنان به اصطلاح در افغانستان به خطر مواجه ساخته. سومین مسئله است مسئله حقوق اقلیت های تباری یا قومی در افغانستان است که اونا هم از مسائل است که یونما تازه در گزارش شیر باستاب و مطرح ساخته. و چهارمین مسئله گرفتاری و زندان ساختن زنان مبارز و تظاهرات زنان است که سرنوشت زنان هنوز هم از تعداد زیادش معین نیست. این 4-5 اعلامی است که مسئله کودک و اطفال هم است که این 4-5 اعلامی است که از جانب یونما در این روزهای اخیر باستاب شده و در رسانه ها همچنان انعکاس یافته. حال چه باید کنیم که این مناسبات بین دو کشور و این اعلامیه ها تضمین شود؟ من فکر میکنم که وظیفه اساسی کار خانگی که در برابر حاکمیت سرپرست قرار داره برخورد بسیار اجتماعی و انسانی در برابر جامعه مردم و مردم افغانستان به اصطلاح افغانان است که باید با افغان ها چگونه مناسبات تضمین شود، چگونه حقوقشان تضمین شود، حقوق مدنی چگونه تضمین شود تا تمام وظایف خود در دولت موجود انجام نده، تا دولت موجود یک دولت قانونگذار و قانونی نشه و به اصطلاح گپ نخست و پیشنهاد اول را که
از جانب سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت در برابر حاکمیت سرپرست قرار داره، مذاکرات بین الافغانی، ایجاد یک دولت همه شمول، متخصص سالار یا شایسته سالار، مسئله به اصلاح قانونی شدن کشور، قانون گذاری در امور کشور، یک کشور که قانون نداره چطور میتونه اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون های ملل متحد تحقق بذیره؟ سپاس. وقتی قانون کشور وجود نداره، اینا مسائل هستن و خصوص حقوق زن در برابر از اینا قرار داره تا که عملی نشه ما فکر میکنیم که نزدیکی ایجاد شود. ممنونتان آقای هوتکی. در آخرین پرسش، مسائل را که آقای مفید یاد کردن، افغانستان چقدر فاصله داره با تامین شدنش؟ افغانستان د هر ورځ په 42 سره کوشش کوي چې بیا هم و دغه شانو ته نږدې کېږي. دا چې د اوسني حکومت د ملګرو دغه د یونما د استازي هرکلی وکړي چې کابل کې بیا هم دوی خپل فعالیتونه د دوو کالو لپاره کوي، دا خپله یو ښه قدم دی. دا یو ښه قدم دی، دا خپله یو د تعامل لپاره یو د لارې هوارول دي. دا چې په آینده کې به څه شي کېږي سړی نه پوهېږي، خو مهمه دا ده چې څنګه څه ډول کسان به په دغه یونما په هیئت کې داخل وي او د دې فعالیتونه به په څومره په مثبته توګه سره روان وي، څومره واکه تو باندې بناوي، څومره به دی د خلکو د حقيقي استاد سره په تماس کیږي او د هغو د قوله به زیر راپورونه جوړي. دا ډېر مهمه ده. ممنونتان مهمانان گرامی، آقایان حبیب هوتکی آگاه سیاسی و دکتر حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین.